معمولاً در ابتدای ماه عظیم رمضان و انتهای آن برای رؤیت هلال ماه شوال میان مراجع تقلید اختلاف نظر وجود دارد. بررسی ها نشان می دهد اختلاف نظر بر سر موضوع افق و در نتیجه ثبوت یا عدم ثبوت رؤیت هلال ماه رمضان و شوال موضوع جدیدی نیست و خاصگاه آن اختلاف نظر مراجع ازام تقلید درباره شیوه دیدن هلال ماه و روش اثبات آن است. در همین موضوع گفتگویی دارم با حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی بهرمن، کارشناس دینی. حاج آقای بهرمن سلام، وقتتون بخیر. چرا برخی مواقع برای رؤیت هلال ماه رمضان و شوال بین مراجع ازام تقلید اختلاف نظر وجود دارد؟ آیا این اختلافی بنیادی و عمیق است؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی و علی آبائه. خدمت شما عارضم. این به خاطر اینکه مبانی فقهی آقایان فقها مختلفه. بعضی از فقها و مراجع تقلید رؤیت با چشم غیر مسلح لحظا شرط می دانند، حتما باید هلال شب اول ماه با چشم طبیعی دیده بشه بر اساس برداشتی که از روایت دارند. روایت می فرماید صم للرؤیه و افطر للرؤیه، و منظورشون از رؤیت یعنی رؤیت به چشم طبیعی، چشم غیر مسلح. البته بعضی دیگه از فقها عقیدشون اینه که اگر چشم مسلح هم باشه اشکال نداره. همین باعث اختلاف نظریه میشه. اون یه عده اون دیدگاه را قبول دارن، عده دیگر دیدگاهشون فرق میکنه. یا مثلا بعضی اختلاف افق را معتقدن، نه اتحاد افق را. و بعضی میگن نباید در افق وحدت داشته باشند. به این ترتیب اگر برای شهری ثابت شد، برای سایر شهرها هم ثابت میشه. این موجب اختلاف در فتواها بین فقها و بین مجتهدین، و این یک امر طبیعی مربوط به نحوه برداشت آنها از روایات مختلفی که در این باب هست. بله بله، خیلی ممنون. و سوال بعدی این که مبنای آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله درباره رؤیت هلال ماه رمضان و شوال چیست؟ بفرمایید. حضرت آیت الله شیرازی، آیت الله العظمی سید صادق شیرازی، نظر ایشون نظر مشهور بین فقها. اولا رؤیت به چشم طبیعی را شرط می دانند، این اولا، یعنی دیدن با دوربین را اصلا جایز نمی دونند، حتما باید به چشم طبیعی دیده بشه. ولو موجود باشد ماه در آسمان هست، ولی چشم ها به طور طبیعی قادر نیست به دیدن آن. ماه برای ایشون ثابت نمیشه، حتما باید با چشم غیر مسلح دیده بشه. مطلب دیگر این است که ایشون معتقد به اختلاف افق دارند، یعنی اگر دو تا شهر افقهاشون با هم فرق میکنه، مثلا اگر ماه دیده بشه در شهرهای غربی برای مردمی که در شهرهای شرق زندگی میکنن، ماه برای اونها ثابت نمیشه. یعنی اگر مثلا ماه دیده بشه در شهر مقدس مشهد، برای کسانی که در غرب زندگی میکنن، مثلا فرض کنید در سوریه زندگی میکنن یا در مصر زندگی میکنن، هلال نو برای اونها ثابت میشه، اما عکسش نمیشه. یعنی اگر در غرب ثابت شد، برای کسانی که در شرق زندگی میکنن، اونها باید جدا هلال را ببینن. این نظر حضرت آیت الله العظمی شیرازیه. در خدمتون هستم. خیلی ممنون. با تشکر از مهمان عزیز جناب آقای بهرمن.